اگر مذاکرات سازنده پیش نرود، اوباما تیم مذاکره کننده خود را فرا می‌خواند. ظریف وزیر امور خارجه با تاکید بر مواضع شفاف ایران تاکید کرده، طرف غربی باید بین توافق یا فشار یکی را انتخاب کند. دبه در آخرین دقایق وقت اضافه. از وین خبر می‌رسد غربی‌ها در آخرین مرحله مذاکرات هسته‌ای باز هم دبه درآورده‌اند و با تغییر مواضع فشار بر تیم ایران را افزایش داده‌اند تا شاید این تیم منسجم را به زیر پا گذاشتن خطوط قرمز و حقوق ملت ایران وادار کنند. ظریف که دشوارترین مذاکرات تاریخ معاصر ایران را مدیریت می‌کند، دیشب پس از مراسم احیا و درخواست یاری از پروردگار حکیم، گوشه‌هایی از دب درآوردن‌های مکرر و زیاده‌خواهی‌های غربی را بازگو کرد. متاسفانه ما هم شاهد تغییر مواضع هستیم، هم شاهد این هستیم که چندین کشور که در گروه 5 به اضافه 1 هستند، هر یک مواضع متفاوتی دارن و کار رو این وضعیت دشوار کرده. به هر حال ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم، همونطور که مقام معظم رهبری، مسئولین کشور بارها گفتن، ما دنبال یک توافق با عزت و دنبال مذاکره هستیم. برای مذاکره وارد این میدان شدیم، برای رسیدن به توافق وارد این میدان شدیم. مردم ایران دنبال توافق هستند، اما توافقی با عزت باشه. ما مذاکره رو ادامه میدیم، میز مذاکره رو ترک نکردیم هیچگاه و ترک نخواهیم کرد. اگر طرف مقابل به دنبال یک توافق شرافتمندانه متوازن باشه، حتما این توافق قابل دسترسی. ما الان به مرحله رسیدیم که واقعا باید تصمیم بگیرن طرفای مقابل ما که به دنبال توافق هستن یا اینکه دنبال فشار هستن. ما بارها گفتیم توافق و فشار قابل جمع نیست و باید یکی این دو رو انتخاب بکنه. سرتیم هسته‌ای ایران ساعتی قبل از این سخنان در فضای مجازی خطاب به غربی‌ها نوشته بود شما نمی‌توانید وسط مسیر اسب‌ها را عوض کنید. عوض کردن اسب‌ها در وسط مسیر اصطلاح و تعبیری غربی است که تقریباً معادل دبه درآوردن به زبان فارسی است. ساعتی بعد خبرنگار گاردین از این نوشته ظریف رمزگشایی کرد و گفت تیم‌های غربی در مذاکرات روز پنجشنبه حرف‌های چهارشنبه خود را عوض کرده‌اند و مذاکرات با چالش‌های بیشتری روبرو شده است. به نقل از دیپلمات‌ها گفته می‌شود آمریکا و اروپایی‌ها در مذاکرات پنجشنبه با حرف‌های متفاوت پای میز مذاکره نشسته‌اند و هر کدام خواسته زیاده خواهانه جدیدی را مطرح کرده‌اند. لاوروف وزیر خارجه روسیه هم دیشب گفت تقصیر شرکای غربی ماست که با قطعنامه پیشنهادی برای سازمان ملل مخالفت کرده اند. موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا در گفتگو با سی ان ان گفت ساعت آینده تعیین کننده است. هنوز امکان دستیابی به توافق وجود دارد و من این را می گویم، اما هیچ درصدی ارائه نمی کنم، زیرا ما همچنان به توافق نزدیک هستیم. با این حال اگر تصمیم‌های مهم تاریخی و سیاسی طی ساعات آتی اتخاذ نشود، ما توافقی نخواهیم داشت. با وجود این اختلاف‌ها تقریباً هیچ یک از طرف‌های مذاکره کننده حاضر نیست میز مذاکره را ترک کند و همه امیدوارند به توافقی دست یابند.